احسان مهرابی، روزنامه نگار از برلین با ما همراه میشن. آقای مهرابی، به نظر میرسید قبلا که این گزارش ها با هدف تصفیه حساب سیاسی بین جناح تهیه شده، اما حالا نهادها و افرادی که به اون لیست اضافه شدن به نظر میرسه که ابعادش تمام ارکان حکومت رو در بر میگیره. نظر شما چیه؟ این گزارش ابتدا به تعبیری توسط نمایندگان مجلس و علیه دولت آقای روحانی تهیه شده بود و تعدادی از اعضای دولت از جمله اسحاق جهانگیری، محمود واعظی و مقامات استان اصفهان به اعمال نفوذ در شرکت فولاد متهم شده بودند و همینطور آقای واعظی، آقای نهاوندیان و آقای آخوندی وزیر سابق را شهرسازی به نوعی به فساد و ارتباطات مالی با این شرکت مواجه شده بودند و در گزارش اعلام شده که به هر حال این شرکت به دلیل نفوذ سیاسی اونها با بستگانشون قرارداد بسته و همینطور برخی از دیگر از چهره‌های سیاسی از جمله محمد عطریان‌فر و همینطور این گزارش شرکت فولاد مبارکه رو متهم کرده که اقدام به پول پاشی در توییتر و فضای مجازی کرده برای اینکه بتونه به هر حال برای خودش حمایت بخره. این در واقع هدف اولیه بوده، اما در قالب این گزارش عملا مشخص میشه که به هر حال این یک رویه فساد گسترده است در شرکت‌های دولتی که اونها با اختیاراتی که دارن میتونن به همه نهادها کمک‌های مالی داشته باشن، از جمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دفاتر ائمه جمعه، بنیاد قدیر و بسیاری صدا و سیما و بسیاری از مؤسسات هستند که چه در قالب کمک یا چه در قالب قراردادهای دو جانبه از این شرکت پول دریافت کردن، در حالی که اساساً این شرکت دولتی بوده و نیازی نداشته که مثلا حتی به بهانه تبلیغات بتونه بخواد به این نهادها کمک بکنه. این کمک‌ها در واقع هم جنبه ساختاری داشته، یعنی مثلا خودروی خارجی به اداره اطلاعات اهدا شده و ممکنه که اونها بگن که برای ماموریت‌های اداری این سازمان‌ها بوده. بخشی از اونها هم کمک‌های شخصی بوده، یعنی بن‌های خرید به ارزش صدها میلیون تومان به نهادهای حکومتی داده شده و مثلا گفته شده که حدود 500 میلیون تومان بن به رئیس حراست داده شده که مشخص نیست اونها را در چه قالبی هزینه کرده. بخش دیگر گزارش مربوط به حیف و میل‌ها در سفرهای خارجی، استخدام بستگان چهره‌های سیاسی و همینطور حیف و میل‌هایی هست که در قراردادهای خارجی باعث برنگشتن منابع این شرکت شده. و به نظر شما انتشار این گزارش میتونه در نهایت منجر به اصلاح یا رفع یا در واقع از بین رفتن فساد در این سیستم بشه؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. در ابتدای گزارش مجلس به وضعیت دیگر تحقیق تفحص‌ها اشاره میکنه و همون گزارش بالا مشخص میکنه که عملاً هیچ یک از تحقیق و تفحص‌های قبلی مجلس هم به نتیجه‌ای به اون معنا نرسیده که بخواد پیگیری جدی بشه و با عاملان اونها برخورد بشن، چون بخشی از موضوعاتی که از نگاه مجلس تخلف محسوب میشه عملاً در چارچوب اختیارات اونها بوده و این شرکت‌های دولتی اختیارات بی حد و حصری دارن که بر اساس مصوبات هیئت مدیره میتونن خیلی از اقدامات رو انجام بدن و در نهایت میتونن اعلام بکنن که به هر حال جزء اختیارات اونها بوده. برای همین بعیده که این گزارش تحقیق تفحص نه باعث برخورد با مدیران این شرکت بشه و نه باعث تغییر رویه‌ها در شرکت‌های مشابه. سپاسگزارم از توضیحات شما. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، برلین.